دو هفته قبل صدها تن از مردم سربندر به تهران آمدند و با تجمع اعتراضی در برابر دفتر پاسدار احمدی نژاد خواهان آن شدند که سربندر به عنوان شهرستان شناخته شود. این شهر طبق تقسیمات کشوری و قوانین موجود در رژیم به دلیل افزایش جمعیت آن به بیش از 100 هزار نفر باید به رتبه شهرستان ارتقا یابد. اما باندبازی‌های چپاولگرانه بین کارگزاران رژیم مانع از اجرای خواسته مردم شده و کارگزاران رژیم هر بار معترضان را با وعده‌های توخالی رسیدگی بازگرداندند. سربندر با جمعیت بالغ بر 110 هزار نفر و وجود 70% صنعت پتروشیمی ایران در آن چنانچه چپاولگری‌های آخوندهای حاکم نبود، باید شهر ثروتمند می بود و همه ساکنان آن صاحب شغل و در رفاه می بودند. اما به گفته مردم در حال حاضر اکثر ساکنان این شهر در زیر خط فقر هستند و شهر از هیچ امکان و زیرساختی برخوردار نیست. به همین دلیل خشم مردم از رژیم هر روز بیشتر می شود. شهرداری اینا همه میگن ما پیگیریم، ولی هیچ مسئله هنوز برامو روشن نشده. خدا شاهده هیچ امکاناتی هم نداره شهر. هیچ. این یه روستاییه. 10 تا اتوبوس کرایه کردن که بیان تهران نذاشتن. وقتی نمیذارن مردم حتما یه دست تو کاری که نمیذاره. چون نماینده شو هم نماینده مجلس هم معاشریه. هم حتما نمیذاره. به خاطر چیزا بوده که بوده که از طرف پتروشیمی میگن آید معاشر میشه. اونا میگن باید حتما مثل که شما هم اینجوری کرد که پلیس را نزدیک سربندره. میگه باید از پلیس را اوتارم میگه باید این سمی چیز دوز معاشر بشه. این دودهایی که دارن توی مسئله هنوز گیر کارش. خدا شاده هیچ امکاناتی هم نداره شهر. هیچ. این یه روستاییه.